بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الله الحي القيوم يا سبحان الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته گذشته ما شما در درسای عقیده شروع کردیم. بخش های مقدماتی درس عقیده بود که چند مقدمه را سرش صحبت کردیم و امروز درس اول عقیده شروع میشه. بعد از مقدمه درس اول عقیده امروز بخیر شروع میشه و ما تقاضایم از برادرایی بود که چون عقیده بسیار مهم است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تقریبا 13 سال مکمل اما آغاز دعوت خدا فقط به عقیده تخصیص داده بود و مشکلی که امروز ما شما در افغانستان داریم و را گفتم خدمتتان که مشکل ما در افغانستان چرا زیاد است؟ به خاطر ازی که در افغانستان مردم فقه میخوانن. اول از فقه شروع میکنن، باز که کمی فقه را خواند از شعر شروع میکنن، شعر میخوانن، باز فقه میخوانن. و طبعا وقتی که انسان از درسای خود از شعر و از حافظ شیرازی و از گلستان و از پنج کتاب و از این پا شروع کرد، ای از امروز اول در ذهنش مثل سنگ وار میشینه، ذهنشین میشه. خصوصا اطفال. عرب ها یک مثل دارن میگه علی علم فی الصغر کنقش فی الحجر، علم در خردسالی مثل ازی وار است مثل که انسان در سنگ نوشته کرده باشه. وقتی که از آغاز انسان تهداب غلط مون و در فروعات داخل شد، مردم افغانستان میگه ما حنفی هستیم، لکن حنفی نیستن مردم افغانستان. مذهب مردم افغانستان تا بال معلوم نیست. اگر مردم افغانستان حنفی باشن، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که رئیس مذهب حنفی است، رئیسش هست دیگه، پایان باز شاگردایش هست، او خودش علوم از بدود بخش تقسیم کرده، یکی فقه اکبر میگه و یکی فقه اصغر. اولین کسی که این اصطلاح استعمال کرده و نام کتابش است فقه اکبر، اعتقادات فقه اکبر میگه. یعنی فقه اگر ما شما علوم اسلامی رو تقسیم بکنیم به فقه اکبر و فقه اصغر، یعنی میگیم یکی دانش بزرگ است. فقه به معنای دانش است. پس دانش بزرگ ایره امام صاحب ابو حنیفه نام گذاشته و گفته که فقه اکبر یعنی اعتقادات. و دیگه نماز و روزه و حج و زکات و معاملات و قصاص و حدود یا را کلش به نام فقه اصغر میگه. ما مردم افغانستان فقه اکبر هیچ نمیخوانیم.
و فقه اکبر یعنی اعتقادات تنها در مدارس کسی که تخصص داره او میخوانه. و ای کسای دیگه که مثلا ما مسلمان هستیم، ما عقیده خود از کجا میگیریم؟ ما به عوضی که فقه اکبر از اعتقادات شروع بکنیم، شروع میکنیم بر طفلای خود بعد از اینکه قرآن شریف خوان باز پنج کتاب حافظ شیرازی، و در حالی که در حافظ شیرازی در اشعار و ابیات از او اصطلاحات استعمال میشه که ما اجازه نداریم از نگاه عقیده که اصطلاحات ما استعمال بکنیم. پس این طفل بیچاره که روز اول اشعار حافظ یاد گرفت و چهار کتاب و پنج کتاب یاد گرفت، که حتی اگر شما امو چهار کتاب و پنج کتاب دقیق، علمایی که تحقیق کردن گفته مؤلف ازی یک اهل سنت نیست، هیچ اهل سنت مؤلفش نیست. پس ما تهداب عقیده خدا آنچه که علمای اسلام، پیغمبر ما 13 سال فقط درس عقیده داد و ما 13 هفته عقیده نمیخونیم. پرسان بکنین از پدرهایتان و پدر کلانهایتان و کاکا و ماماهایتان، ریش سفیدای بزرگ و محترمی که در افغانستان هستن، از اینا شما یک سوال بکنین که آیا شما یک 13 هفته کسی برای شما درباره عقیده صحبت کرده؟ مگر نه والا بچه، من خودم بر فیل دیدم خیلی چی خواندی؟ حافظ خواندیم. چی خواندی والا؟ پنج کتاب خواندیم. چی خواندی؟ خلاصه خواندیم. از عقیده چی خواندی؟ هیچ چیز نخوانده. پس اینا وقتی که مسئله عقیده مطرح میشه، چون در ذهنی از او از طفولیت اشعار حافظ شیشته، او شعری سنگتراش شیشته که سنگتراش که موسی علیه السلام روبرو شد و موسی علیه السلام دل از او از دین العیاذ بالله سیاه کرد، پس در ذهنی از او ای شیشته که پیغمبر سنگتراش از موسی علیه السلام که رتبهش پیش خداوند بسیار بلند بود. این حال چطور میتونی عقیده از رو اصلاح کنی؟ مشکل است. مشکل است که تو بر از اون نفر قناعت بیتی که نه، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. مشکل است بر از اون بوی که ای پیغمبر، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله. این حال وقتی که تو میای سر پیغمبر گپ میزنی، ای خب فضیلت عالی و پیغمبر معصوم است. چطور یک پیغمبر معصوم دل یک نفر از اسلام و از دین سیاه میکنه؟ امی گپ مخالف عقیده هست. پس زو برو جانم مقابل قناعت داده نمیتانی. چرا قناعت داده نمیتانیم؟ علتش چی است؟ علتش ما قناعت داده نمیتانیم به خاطر از این که در ذهن از او العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر ای چی شده؟ امو در خودسرگی که در ذهنش همی اشعار و ابیات و کست ها ماندگیست و شنیده و گریان کرده، آل چه قسم این نقش سنگ پاک بکنه؟ از این خاطر من کورس عقیده را شروع کردم و از برادرها تقاضا کردم که برادر عزیز در کورس عقیده دست خالی نبیا. گوش گرفتن خالی برای تو کافی نیست، تو باید پیشت قلم باشه، پیشت کتابچه باشه و فرمول های اساسی عقیده را باید حفظ بکنی. فرمول بسیار بزرگ عقیده را باید حفظ بکنی. اگر حفظ نکنی برای تو مشکل پیدا میشه. ببینین در قرآن عظیم الشان بعد از پیغمبرها یگانه شخصی که پیغمبر نبوده، او را الله من عیسی یک شخص بسیار بزرگ معرفی کرده و بر از او گفته حکمت دادیم، شخص بسیار حکیم بوده، حضرت لقمان است. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله میگه که ما برای لقمان حکمت دادیم. حکمت لقمان در چی بود؟ وقتی که او برای پسر خود وعظ میکنه از کجا شروع میکنه؟ برش میگه یا بنی، ای پسرک من، لا تشرک بالله، به الله کسی را شریک نساز، به الله کسی را شریک نساز. ان الشرک لظلم عظیم. یک انسان حکیم، یعنی الله چرا او را سبحانه و تعالی، چرا حضرت لقمان
علیه السلام چرا حکیم معرفی میکنم؟ به خاطر از اینکه بر ما شما میفهمانه که من بر از او حکمت دادم، پس شما نصیحت های یک انسان حکیمی که الله به حکمت از او مهر تایید گذاشته، شما از نصیحت های از او استفاده بکنین. خب پس شما گپای از او رو بیهوده نگیرین. انسان حکیم است و الله میگه حکیم است، دیگر حکمتشان ضعیف است. خب این انسان حکیم وقتی که دعوت شروع میکنه از کجا آغاز میکنه برای پسر خود؟ برای پسر خود میگه که یا بنیه، ای پسره، که من اولین نصیحت یک پدر مهربان برای اولادش چی است؟ با کلمات بسیار شیرین، نه با غال مغال و دشنام و چیز، برش میگه ای پسره که من، ای پسر شیرین من، ای توت جگر من، لا تشرک بالله، با الله کسی را شریک نساز. این شرکه لظلم عظیم، شرک گناه بسیار بزرگ است. خب اول از اینجا شروع میکنن، به خاطر از اینکه اولاد خود از اعتقادات شرکی تخلیه بکنن، ذهن از او رو پاک بسازن. او روز یک چند نفر میمانه خانم آمده بودن، یک کسی گفت استاد مثلا دایی چی مشکل است که یک نفر در زیارت بره و از زیارت بر زیارت بگه که تو واسطه شو یا تو خودت یا کس مستقیما یا غیر مستقیم بر زیارت میگه بر من بچه بتی، یعنی از نگاه عقیده چی مشکل داره؟ او نظر خدا گفت، من گفتم راستی به نظر شما هیچ مشکل نداره، اما اگر تو در فرمول اعتقادی رو پرتی مشکل داره. فرمول اعتقادی چی هست؟ گفتم فرمول اعتقادی هست که خالق الله هست و او الله ذات مهربان است و او الله ذات است که با مخلوق خود از شارع گردن کرده هم نزدیکتر است. پس این حال وقتی که تو در زیارت میری و از زیارت صاحب زیارت هم میگه که بر من یا خودت بچه بده یا واسطه من شو که من صاحب بچه شوم، در حقیقت امی صفت خالق بودن الله را به این مخلوق دادی و امی که صفت خالق بودن الله را به یک مخلوق دادی، در صفت خالق مخلوق را شریک کردی و شرک شریک کردن مخلوق در یکی از خصوصیت های خالق است. خود شرک چی است؟ در ذات شریکش کردی، در صفات شریکش کردی یا در عبادت شریکش کردی، شرک شد. و انسانی که کارا میکنه بعد از دیدگاه عقیده اسلامی در صف مشرکین داخل شد. تو میری مثلا برای شاهد شمشیره میگه که ای شاهد شمشیره برای ما بچه بده، از نگاه لفظی کدام مشکل برای تو نداره، اما از نگاه اعتقادی مشکل پیدا میشه، به خاطر از اینکه تو شاید شمشیره در صفت خالق بودن الله شریک ساختی. حضرت محمد هم بر کس بچه میداد؟ اگر بچه میداد اول بر خود میداد. مثلا اگر من بتانم بچه بتم، اول باید یک 20 تا بچه جوان بر خود داشته باشم، همیشه از من دفاع کنه. اگر شفا بتانم داده، اول باید میگه که طبیب است، اول چشم کور خود علاج کن. اینا لگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میتونست شفا بده، بچه که خودش در آغوش خودش جان نمیداد. ابراهیم بچهش فوت میکنه و پیغمبر گریه میکنه، پس پیغمبر نمیتونست بر بچه خود شفا بده، چون شفا دهنده الله هست، و نمیتونست بر خود بچه بده. از این خاطر وقتی که مشرکین در جانش آمدن و شب از خانه کشیدنش و هجرت کرد و رفت در خانه ابوبکر صدیق، همراه ابوبکر صدیق اونجا رفت، پس اگر میتونست برای کس بچه بده، اول برای خود یک 10-15 بچه بسیار خوب آمد و قوی میداد و این بچهش از این دفاع میکردن. پس پیغمبر برای خود و برای کس اولاد دادن نتانستن. چطور میتونه کسایی که از او کده پایین تر است و برای کس اولاد بده؟ هیچ کسی ادعا را نکردن، نه پیغمبر سم ادعا را کرده، نه صحابه کرام ابوبکر صدیق یا عمر فاروق یا عثمان یا علی یا حسن یا حسین یا بلال یا شاید و شمشیره، هیچ کسی از مسلمان های عصر اول ادعا را نکرده که من برای کس بچه میتونم. این ما هستیم که محبت افرادی غلط داریم، صفت خالقه برای یک مخلوق دادیم، این خاطر مشکل پیدا شد. این حال چرا ایره ما نمیفهمیم؟ به خاطر از اینکه ما برای عقیده اسلامی وقت نمیتیم. درباره محیط زیست صحبت میکنیم، درباره عروسی اسلامی صحبت میکنیم، درباره نماز صحبت میکنیم، درباره اعتکاف صحبت میکنیم، درباره حج صحبت میکنیم، لکن درباره صفات الله صحبت نمیکنیم، درباره عقیده اسلامی صحبت نمیکنیم. به این خاطر بر ما مشکل پیدا میشه. این حال ما و شما انشاءالله تعالی شروع میکنیم به درس های عقیده، لکن تقاضای ما از برادرها اینمی هست که وقتی که درس عقیده را میخوانین، به خاطر ازی که تو مکلفیت داری، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، شما تنها خود از آتش دوزخ وقایع نکنین،
بلکه خود بقایه بکنین و اهلیکم و اعضای خانواده تانه. اگر تو یک چهار چیز نوشته کنی و امی نوشته تا باز بیدی شب امرای اولادای تکرار بکنی، امرای برادرای تکرار بکنی، اعضای خانواده تکرار بکنی، والا امروز من در نماز جمعه رفتم، در نماز جمعه یا در روز جمعه رفتم در حلقی درس اشتراک کردم. خب اگر اشتراک تو به اخلاص باشه در درس جمعه، روز یک تجار به یک پروژه اسلامی کمک میکرد، گفت حالا من یک چند روپیه کمک میکنم، بازارنده هم انشالله کمک میکنم. من گفتم اگر ایت خداوند قبول کرد، باز دیگام انشالله چی میشه؟ توفیق میدهد که دیگام کمک کنی. اگر نه که ایت خدا قبول نکرد، باز دیگه توفیق از پیشت میگیره. کلگی خنده کرد. امی روز جمعه هم همتر است. اگر آمدن امروز جمعه تا الله قبول کرده ای خانه خود منعیس میمان خود پذیرفت، باز جمعه آینده هم میگی. اگر نیمی جمعه که آمده جمعه دیما شیطان برد میگه چی میکنی؟ برو چه خوب فلماست تو آمده اینجا وقت تزایی میکنی. لیکن وقتی که الله برای تی توفیق نصیب کرد، باید قلم، کتاب چند، ولو که یک سیدی رو مشنوی یاداشت بگی نوشته بکن. باور بکنید در کشورهای عربی مگروز در یکی از موترها که کمرای حاجی ها بودم، بر از ما تقاضا کردن در این موتر شما بعضی احکام بگوین. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، ان الحمد و النعمت. خب چون سفر طویل بود، من مایک گرفتم، اما دریور مصری بود. من صحبت کردم میرفتم، دیدم که امی دریور مصری امی کلمات وقتی که من میفتم در حال که فارسی نمیفهمید. وقتی که آیت میخوانم باز کتل میانگشتای خود و من الناس من یقول، بازی تو کتل که خودم کشی میکرد، آمنا، باز میفهم آمنا بالله و بالله و بالیوم الاخر و بروز آخر. من اینم که همراه من ای با میانگشتای خود و با می حرکتای خود امی کلمه با کلمه را محاسبه میکنه. گفتم سبحان الله، اینی مردم است که واقعا از درس و از چیز ایناله اهمیت آن چیزی که درک بکنیم باز ضرورتش باز ما میتونیم. از این خاطر در درس عقیده همیشه ما تکرار می‌یی است که برادرای عزیز باید دست خالی به خاطر نمیایم که اگر یادداشت داشتی بازی یادداشت کمک میکنه تو را که منیس یک دعوتگر مسلمان در یک مجلس دیگه باز همی کلمات اونجا تکرار کنی. هر کدام چیزی یاد را فورا سنتو سهل میکنی و میگی والا این کلمه. پس تو تا نیستی که خدا یک دعوتگر خوب اسلام بسازی. خب فصل اول اینجا نشه کردیم که شناخت عقیده اسلامی، عقیده در لغت. بسم الله الرحمن الرحیم. علامه ابن فارس چی میگن؟ اونا علما میگن عقیده از کلمه عقد گرفته شده، عقد گرفته شده و خود کلمه عقد به معنای بستن است. گریره عقده میگن. یک نفر میگه بسیار یک نفر عقدمند است. چرا میگن عقدمند است؟ به خاطر از اینکه امی خون از او در داخل چی شده؟ گری خورده، همی افکار زشت بسیار برش یک عقده پیدا کرده. پس کلمه عقد در زبان عربی هم به حساب معنویت استعمال میشه، هم به حساب مادیت استعمال میشه. وقتی که میگیم که یک رسمان یک کسی با دیگه گری کرد، اینه میگه عقده، عقد الحبله. چی کرد؟ رسمان چی کرد؟ گری کرد. مثلا ما میخوایم که این طرف لنگی ما اما این طرف دیگه گری بذاریم، این قسم اینی رو میگن عقد بستن. این قسم عقد که یعنی گری بستن، این تو گری زدن. عقد تو اینه، من میگم این عقد تو القماشه، من این لباس چی کردم؟ با هم گری کردم. پس عقد به معنای بستن است. هر چیزی که با چیز دیگه بسته میشه او رو چی میگن؟ عقد میگن. تاره بسته میکنی، رسوانه بسته میکنی، یه همیشه ایسی با. در چیزای معنوی هم عقد استعمال میشه. مثلا میگن عقد نکاح، یعنی بستن رابطه بین دو شخص، عقد نکاح میگن. پس چرا عقیده را عقیده میگن؟ به خاطر از اینکه تو رابطه ایت با خالق متعال بسته میکنی. اینا کسی که درس عقیده نخوانده رابطهش با خالق بسته هست یا نیست؟ نیست. پس او همیشه مخالف عقیده است. از این صفت خدا که گپ زدی کتت مخالفت میکنه. از توحید عبادت گپ زدی کتت مخالفت میکنه. چرا؟ چون او عقیده در درسای عقیده نشیشه، از این خاطر رابطهش با خالق بسته نیست. از این خاطر عقیده را عقیده میگن، به خاطر از اینکه کسی که درس عقیده میخوانه در مجلس عقیده میشینه
و عقیده خدا مطابق قرآن و سنت میسازه، رابطه خدا مستحکم بسته میسازه با کی؟ با خالق متعال. از این خاطر اینا عقیده میگن. اما عقیده را در اصطلاح علما دو قسم تعریف میکنن. یکی تعریف عام است که هر عقیده را شامل میشه، و یکی تعریف خاص است که مخصوص به عقیده اسلامی هست. یکی تعریف عام است. در تعریف عامش چی میگن؟ میگن عبارت از امور است که نفس آن را تصدیق نموده و قلب به آن اطمینان حاصل میکنه و در آن شک و شبهه نباشه. خب امور است که نفس او را تصدیق میکنه. نفس رو چی میکنه؟ تصدیق میکنه. و قلب انسان به او اطمینان حاصل میکنه. قلب اطمینان میکنه و در او شک و شبهه پیشش وجود نداره. این کل اعتقادات شامل میشه. یک نفر است به عقیده اسلامی نفسش تصدیق کرده که خالق وجود داره و خالق ذات یگانه هست و قلبش به او اطمینان حاصل کرده و در هیچ شک وجود نداره. پس این تعریف سر عقیده اسلامی هم میشه، سر هندویزم هم تطبیق میشه. یک نفر نفسش به اعتقاد به بت‌ها رو تصدیق میکنه، قلبش اطمینان حاصل کرده که اینمی بگوان العیاذ بالله خدای ما هست و در هیچ شک نداره. پیش یک هندو برو میگه نه بگوان هست و اینمی بگوان هم عقیده داره. نصرانی ها میگن که عیسی بچه خداست. العیاذ بالله وقتی که میگن عیسی بچه خداست، پس نفسشان تصدیق میکنه اینمی اندیشه را و قلبشان به اطمینان داره و شک شبه نداره. وقتی که برشان بگوی پیش یک کشیش بشینه میگه بله من هیچ شک ندارم، خلاص. پس این تعریف عام عقیده است که برای همه کس این چی میشه. اما در اصطلاح اسلامی عقیده را چه قسم ما تعریف میکنیم، ما مسلمان ها یا علمای اسلام چه قسم تعریف میکنن؟ اینا میگن که عقیده عبارت از ایمان قطعی. عقیده عبارت از ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، یعنی هم به وجودش هم به وحدانیتش. ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، هم به وجود الله که الله موجود است و هم به وحدانیتش که ذات یگانه هست، در ذاتش، در صفاتش، در عباداتش و در قانونش. وزیر ما و شما انشاءالله در درسای بعدی میخوانیم. پس ایمان قطعی به الله سبحانه و تعالی، به ملائکه، به کتابهای آسمانی، به پیامبران، به روز آخرت، به تقدیر خیر و شر و به تمامی آنچه که در قرآن کریم و سنت صحیحه از اصول دین آمده. یعنی خلاصه همی چیست؟ آمنتو بالله است. آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الآخر و القدر خیره و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت. و با آنچه که در قرآن عظیم الشان با کلش آمده درباره اصول دین، اساسات دین، اعتقادات اسلامی و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و صحابه کرام به او اجماع کردند و به این به شکل کامل تسلیم شدن می باشه. همچنان از شرطای ایمان ای هم است بازی که انسان ایمان آورد در مسائلی که در قرآن عظیم الشان است، کور باز ما و شما مفصلا می خوانیم که آنچه که مؤمن بهی است که ما باید به او ایمان داشته باشیم. به چی ایمان داشته باشیم؟ به وجود خالق ایمان داشته باشیم. به چی ایمان داشته باشیم؟ به یگانگی خالق ایمان داشته باشیم. به چی ایمان داشته باشیم؟ به عصمت ملائکه ایمان داشته باشیم، موجودیت ملائکه و پاکی و عصمتشون. به کتابهای آسمانی، به پیامبران الهی و عصمت از اونا، به روز آخرت، به زنده شدن بعد از مرگ، به قضا و قدر، به جنت ایمان داشته باشیم، به دوزخ ایمان داشته باشیم، به پل صراط ایمان داشته باشیم، به ترازوی میزان ایمان داشته باشیم، به ختم رسالت ایمان داشته باشیم، به موجودیت جن ایمان داشته باشیم، به موجودیت شیطان ایمان داشته باشیم. کلش مسائل مربوط به ایمان میشن. به ایمان داشتن مهاجرین و انصار ایمان داشته باشیم،
این کل چیزهای است، مسائل است که در قرآن آمده که بدون ازی ایمان انسان صحیح نمیشه. نقطه دیگه ایشی است که اینمی ایمان با رضایت قلبی باشه. شرط دیگه ایشی است که باید ایمان با چی باشه؟ رضایت قلبی باشه. مثلا در بعضی اوقات ما دیدیم در افغانستان یک روز یک گندوی در جای ششته بود، برش گفتن بخوان کلمه را، گفت والا به خدا ایمان دارم، لا اله الا الله، لفظم گفتی گفت. ما ششته بودیم، بچه ها جوان ها وقت مثلا خورد بود، کل بچه ها گندوی را گفتن تو بخوان این کلمه را، گفت وی چرا که این کلمه را، والا من یاد دارم به خدا ایمان دارم، لا اله الا محمد رسول الله، چند دفعه خورد. اما امی ایمان ازی در لفظ بود، رضایت قلبی. اگر رضایت قبلی وجود نداشت، لنگوی اوندوگری خدا چی میکرد؟ اوسو میکرد و او رو به مسخرگی در دان دکان نمیگفت، میرفت در مسجد حداقل به مردم میفو برادر من باوردم این علامت رضایت است، توجه شده؟ اما یکی در دکان بر چهار نفر گفت چی شد؟ بس رضایت. از این خاطر میگم فلا و ربک، الله سبحانه وتعالی قسم یاد میکنه، قسم است به پروردگارت که لا یؤمنون، ایمان ندارن که حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تا که تو را حکم قرار ندارن در اختلافات خود. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز در نفس های خود حرج هم نداشته باشه، یعنی از قانون الله دلتنگ هم نشه. احیانا مثلا یک دختر میگه من به قرآن ایمان دارم، لکن حجاب هم میگه والا بزور میپوشم، والا می حجاب سرمه چی است؟ بابی اولادا میره بزور سرمه پوشانده، اگر رضایت از اون نباشه من نمیپوشم. پس ای به یک امر الله قلبا تسلیم نیست. از این خاطر تو باید به احکام الله تسلیم باشی، قلبا تسلیم باشی و در قلب دلتنگی وجود نداشته باشه. دیگه مسئله است که ایمان باید تسلیمی کامل باشه، یعنی تو نیست که مثلا من اینی احکام دین قبول دارم و اینی احکام دین قبول ندارم. وقتی که ما میگیم لا اله، لا اله، اله کی است؟ اله کسی است که عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه، هم عبادت میشه و هم قانونش تطبیق میشه. پس لا اله چی مانا؟ میگی نیست هیچ کسی که عبادتش شوه و قانونش تطبیق شوه. قانون چی؟ چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی خراب است، چی حلال است، چی حرام است، اینا لمیر کی تعیین میکنه؟ اله تعیین میکنه. پس وقتی که میگی لا اله نیست هیچ کسی که مستحق ازی باشه که عبادت شوه، به او رکوع شوه، سجده شوه، بر از او نماز خوانده شوه، بر از او نذر شوه، بر از او قربانی شوه، کل ازی رو نفی میکنی. و نیست هیچ کسی که قانون از او تطبیق شوه که چی حلال است، چی حرام، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است و چی بد است. الا الله، باز اینجا استثناء میشه که فقط الله سبحانه و تعالی. اینا وقتی که تو کلمه خواندی ببین مستقیما کلمه تو ارتباط گرفت با کجا؟ با سیاست. چرا که یکی از شرایط سیاست چی است؟ تطبیق قانون است. اینا رو تو قانون الله را تطبیق میکنی یا تا قانون غیر الله را تطبیق میکنی؟ پس اگر قانون الله را تطبیق میکنی در سیاست داخل شدی. از این خاطر کسایی که میگه ما با سیاست کار نداریم، اینا کلمه را معنایش نمیفهمن. مسلمانی که گفت والا من مسلمان هستم خب با سیاست کار ندارم، او معنای کلمه را نمیفهمه. خود سیاست چی است؟ تطبیق قانون است. در انگلیسی چی میگن؟ میگن the rule of law. تطبیق چی است؟ قانون است. این وقتی که تو تطبیق میگی لا اله نیست هیچ کسی که قانون از او تطبیق شود. حالا مثلا زنا خوب چیز است یا بد چیز است؟ در دموکراسی میگه
خوب و بد زیر پارلمان تعیین میکنه. پس خدای دموکراسی پارلمان است. الهه پارلمان دموکراسی کی است؟ کسایی که به دموکراسی ایمان دارن میگن ما به دموکراسی باور داریم، اونا خدایشان کی است؟ پارلمان است. پارلمان فیصله میکنه که شراب حلال است یا شراب حرام است. یعنی شما بسیاری وقتا یک بار از مسلمان ها یاد نگیرین، از کافرها یاد بگیرین امی دموکراسی ده. ما به هندوستان رفتیم، به هندوستان رئیس یکی پانتون ها، چون ما استادای پانتون بودیم 20 نفر استادای پانتون، رئیس یکی از پانتون هاش ما را دعوت کرد، گفتم شما مهمان ما هستیم. امی استاد پروفیسور از اینا که ما را دعوت بر ما اعلان کرد، بعد از یکی از استادای ما گفت پروفیسور گفت من یک پیشنهاد دارم. گفت بفرمایید، بگوین پیشنهادتانه. سعی کنید مانای لا اله الا الله را چه قسم با آدم باید بفهمن. برش گفتن که پروفیسور ما مسلمان هستیم، اکثر در مجلس هایی که شما ما را دعوت کردین در سر میز شراب بوده. ما گفته که شراب حلال است و پارلمان ما این را تصویب کرده، پس در هندوستان شراب سر میز باید باشه. ما نمیخوایم قانون خود را تبدیل بکنیم. اینالی که شما نمیخورین، ای که تو خوش نداری یا تو مسلمان هستی، it is not my business. We believe on democracy. ما باور داریم، یعنی believe چی؟ ما عقیده داریم به دموکراسی. پس این حال شراب حلال است یا حرام از دیدگاه کلمه ایره اله تعیین میکنن. ما میگیم که لا اله ها نیست کسی که بر ما خوب و خراب و حلال و حرام تعیین بکنه الا الله. الله تعیین کرده، خلاص. الله بر ما تعیین کرده که شراب حرام است. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. قرآن میگه که نیست بر یک مرد مسلمان و بر زن مسلمان اختیار، وقتی که الله و رسولش یک چیز رو فیصله کرد، بازی اختیار مسلمان نیست بر مؤمن و مؤمنه. اگر تو مؤمن هستی ایمان داری، خلاص مؤمن تسلیم هستی. مسلمان اسلام چی مانه؟ یعنی تسلیم. پس تو تسلیم هستی که آنچه که الله و رسولش فیصله کرده دیگه ما اختیار نداریم، چون اله ما الله هست. الله توسط رسولش بر ما رسانده کلام خدا و گفته که شراب حرام است. امین نقطه را چند نفر میفهمن؟ از این خاطر بسیاری کسایی که عقیده نمیخوانن برش میگه که من دموکراسی یک چیز خوب است، مثلا خوب لنگی کتم داره شیخ الحدیث هم است، اما مانای لا اله الا الله را نمیفهمه و مانای دموکراسی را هم نمیفهمه. انگلیسی نمیفهمه که what is the meaning of democracy. اگر انگلیسی میفهمید و حداقل از یک تو آمدی، مثلا یک چیزی هست، یک بوتل آمده از خارج، تو را از دل خود میگی او است. نه، تو پشت بوتل را بخوان کمی کرباوی که تو میخوانی دایی چیکیت است. بسیاری کسا هم قوطی های خارجی که آمد برش گفت انرژی یا فلانی یا فلانی، اما تو سرش واز کرده میره و بالا کرده میره. اما آدمه که یک کمه که در شرایط باید تو عالم دین اول باید انگلیسی رو نه به خاطر ازی که ترجمانی امریکایی رو بکنه، انگلیسی رو یاد بگی به خاطر ازی که از شر امریکایی خود نجات بیتی، از شر کافر خود نجات بیتی. بفهمی که یعنی و چی میخواین بگویم. پس اگر تو انگلیسی یاد داشته باشی و دکشنری در پیشت باشه، وقتی که یک چیز رو برات آوردن خواندی، بازو برات نشون میکنه که این بسیار خوب چیز است، لکن 3% شراب داره. در بعضی از چیزا نشته کردن، دروغ نمیگن، 3% شراب داره. در این عطر 0.5% الکل است. در این خوردن یک اینقدر الکل است. این حال وقتی که اگر تو انگلیسی رو بفهمی و این رو درک بکنی که 3% الکل داره، باز هر مشروب عاجل که در بازار پیدا شد بالا نمیکنی و نمیخوری، اول میخوانی باز از اون.
و دی قسمت ما محاسبه میشه. و باز وقتی که در کتابای اسلامی وقتی که آمدی خواندی که در این بوته در این کتیگه که اینجا آمده و از خارج آمده و اینجا توزیع میشه نوشته 3% شراب میایم باز کامپیوتر خود از دیدگاه اسلامی آیا شراب یک پایکش بخوری حرام است؟ یک گلاس شب بخوری حرام است؟ یک بوتل شب بخوری حرام است؟ یا میگه که نه آن چیزی که یک بوتلش حرام است یک قطرش هم چیست؟ خلاص مشکل تاش. پس باید با این مقایسه بکنی ایره با این تا که ایمان رو حفظ بکنی. حال بعضی کساس قرآن هم میفهمه بوتلا رو نمیشناسه. قرآن هم میفهمه فقره میفهمه لیکن از این خبر نداره که مرغی که از برازیل در افغانستان میایه آیا در برازیل امروز اونجا قانون اهل کتاب است و یا قانون دموکراسی که در اونجا نو ریلیجن؟ این حالا این بسیار وقتا ما مشکل ما اکثر که کسایی است که متاسفانه پس در اسلام وقتی که تو میخوای مسلمان واقعی باشی باید تکنولوژی را با اسلام مثل دو خط ریل اردوش باید یک جای حرکت کنی. اما ساینس بفهمی؟ اما از فقه واقع در عصر چی واقع میشه امیر معلومات داشته باشی و اما از قرآن و سنت معلومات داشته باشی. او کسی که از قرآن و سنت خبر داره لکن واقعیه که امروز در جهان چی گفت پس نمیفهمن این خودش از دین خارج میشه. فتوا میده بخورین گوشت. امیال چقدر است مولوی صاحبای هستن متاسفانه که این گوشتایی که از برازیل میای از چین میای از خارج میای میگن بخورین خودش هم شیشتا بخوره نفس الالت بسم الله بگو بخو ماشم چی بگو بخو خلاص خیسر شراب هم که از خارج آمده نگه هر چی که بسم الله گفتی حلال میشه. بعضی کسا همین نظر داره که سر هر چیز بسم الله گفتی حلال میشه خود سر حرام 16 دفعه هم که بسم الله بگی حلال نمیشه. این حال مشکل ده چی هست؟ که نمیفهمه وقتی که نفهمی بسیاری کسا هست مرغا رو میگه بخورین چرا؟ میگه که اما اگر تحقیق کنه یک تلفن کنه به سفیر برزیل و برش بگویه و یا حداقل امروز که اینترنت است ما مشکل ما است که به اینترنت و عالم دین و مفتی اسلام و متخصص اسلام اول باید در اینترنت دسترسی داشته باشه. فورا یک ایمیل روان میکنی یک پرسان میکنی از برزیل است شرکت برزیل که شما چقدر میگه ما سال روزانه 170 تن تولید داریم مرغ بله میکشین؟ ها میکشین. چه قسم میکشین؟ با الکتریس خط برق میکشین. یک از دلندن گوشت میخرید باز گفته بود کلی مرغ هم است گفتی خود کلیش هست گفته تا کلیش چی نخصاص دیگه گفته نه ما نمیخوریم. چرا نمیخوریم؟ شما دیوانه هستین نمیخوریم. گفتی قطع نشده. چرا قطع شده؟ او انگلیسی برازی میگه چرا قطع شده؟ What is the problem؟ قطع برق کشتیمش خوب ششتیمش خوب پاک صفا جورش کردیم هیچ مکروب کسافت هیچ چیز نداره این خلاص بگی بخو چی گفت این حالو بخو واقعیت هم میگه. اما ما تو خبر نداریم که آیا در اونجا هست. از این خاطر بسیاری وقتا مثلا وقتی که میگیم لا اله اله کسی است که قانونش تطبیق میشه. اما بسیاری پارلمان ها هست همجنسگرایی ره پارلمان تایید میکنه نمیکنه. امروز اخبارای شما است فعلا خوب است خبرای گرم است که در فرانسه و در فلانی جای در فلانی جای سر از این مظاهرات و جنجال ها و مشکلات است. خب کسی که هم جنس بازی گرایی را در اون مملکت حلال قرار میده جایز قرار میده الهشان شد نشد ما تو چی میگیم املا اله نیست. از این خاطر در آیت قرآن چی میگه و من یکفر بالطاغوت ما بسیاری وقتا در سوال های امتحان پانتون میاریم میگیم مسلمان قرآنی کی هست مؤمن قرآنی رو بر ما تعریف کنید. اگر ما اصل یه آیت بر ما نشته کرد میگیم صحیح است اگر دیگه چیز گفت فضل خود میگیم غلط از جواب چی میگن؟ و من یکفر به طاغوت اول به با کی باید کافر شمی؟ به طاغوت. طاغوت کی هست؟ کسی است که ضد قانون خالق قانون میسازه. کمونیسم طاغوت اساس این طاغوت احیانا فرد میباشه احیانا یک گروپ و یک فکر و یک اندیشه می باشه. طاغوت یا یک شخص می باشه مثل فرعون. فرعون یک طاغوت بود. هامان یک طاغوت بود. نمرود یک طاغوت بود و شداد یک طاغوت بود. این حال و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله اول با کی باید تو کافر شوی؟ با طاغوت. هر کسی که قانون ضد قانون الله می سازه دموکراسی قانون ضد قانون الله هست.
چون جا حکم مردم است، توسط مردم بالای مردم قانون مردم میسازن، قانون قرآن نیست. اول باید به کمونیسم کافر شوی، اول باید به سوسیالیسم کافر شوی، اول باید به کپیتالیسم کافر شوی، اول باید به نشنالیسم کافر شوی. و من یکفر به طاغوت، این طواغیتی که به شکل یک اندیشه هست یا به شکل یک فرد است، به این کافر شوی. و یؤمن بالله، سپس به الله ایمان آورد. فقد استمسک بالعروه الوثقا، او وقت به عروه الوثقا که قرآن است چنگ زدن. پس مسلمان قرآنی کی است که اول به طاغوت چی شوه؟ کافر شوه. و از این خاطر اول به طاغوت چه قسم کافر میشه که میگی لا اله، نیست هیچ کسی که صلاحیت داشته باشه که این قانون بساز از ضد قانون الله. هیچ کسی مستحق ساختن قانون نیست و هیچ کسی مستحق عبادت نیست. کلش نفی میکنی، کلش نفی میشه. بعد از او اثبات میگی الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. فقد استمسک بالعروه الوثقا. و شرط دیگه چی است که آنچه که به او عقیده داری به او عمل بکنی. شرط دیگه چی است؟ آنچه که به او عقیده داری به او عمل بکنی. چه قسم عمل بکنی؟ ما عقیده دارم که قرآن یک کتاب مقدس است، کلام الله است، بایی باید عزت شوم. پس اگر یک کس قرآن در کثافت دانی میپرته، ای باز مؤمن گفته نمیشه. چرا؟ با آنچه که عقیده دارم. ما میگیم که سجده فقط برای الله است، بازی میره برای مرشد خود سجده میکنن، رکوع فقط بر الله است، این میخواست بر قبر رکوع میکنم سجده میکنم، نظر عبادت است. لا ایاک نعبد و خاص پروردگار تو عقیده داره، لکن عملا میره نظر به نام یک شخص میگیره. پس اینجا باز به این عمل نکرد. پس با آنچه که میگه به این باید عمل بکنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله 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 آیتی توحید بینا بر در و دیوارها آیتی توحید